در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیراز دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که شنبه 22 مرداد 1401 از معظم الله پرسیده شد، درباره مسئله ای است که این روزها بسیاری از عزاداران حسینی نیز درگیر آن هستند و آن حکم نماز خواندن با خون زخم است. پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. در نماز خون جروح و قروح معفوه، در حدی که صاحب عرب و جماعتی فرمودن مع السیلان و مشقت الازاله، اما روایاتش مطلقه، بعضی روایاتش و مقیداتش هم مثبته، مثبته این تقیید نمیشه، لابه احتیاطی، یعنی اگر میتونه لباسشو عوض کنه برای نماز و حرج براش نیست که لباسش که خونی نباشه یا کمتر خونی باشه، جماعتی فرمودن واجبه. به نظر من یک احتیاطه، اگر نه اشکال نداره. بعضی روایات عفو چند تا چیزی که معفوه در نماز، نجس خون، اما در نماز معفوه، که خون جروح و قروح یا جروحه. در نشست علمی شنبه 22 مرداد همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره حرمت ازدواج همزمان با دو خواهر، حکم رضا و محرمیت، اجیر شدن در عبادات و حکم تخلف از شرط در عقد پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایی که سوال‌ها با سعی سعد پاسخ دادند. لازم به ذکر است تنها محفل علمی که افراد مختلف با افکار و عقاید متفاوت انواع سوال‌های خود را از بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله می‌پرسند و پاسخ علمی دریافت می‌کنند، به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6، رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.